أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر اسلامی مؤمنین خدا همتان با خونه خدا خوش آمده. سلسله بحث من تاریخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. خب پیغمبر خدا با ندا و سخن یا صباحاه، یعنی وقتی که اگر یک تهدید دشمن شوه و یگان مشکلات شوه خودمان وای داد میگیم که عربا یا صباحاه میگفتیم، بالای کوی صفا برآمدن همه صدا را بلند کردن که ای مردم بانگی خطر ای، ای مردم بانگی خطر ای گفته صدا را بلند کردن. تمام مردم جمع شدن از قبایل قریش. بعد از او پیغمبر خدا صحبتاشون کردن و خطبهشون این بود: فإني نذير لكم، ای مردم من بیمدهندم برای شما، شما را هشدار میتیم ای چی از عذاب سخت خدا. ای مردم عذاب خدا قدی بازی نکنین. اولین دعوت پیغمبر در کوی صفا ای این نما، من حقیقتا داستان برای شما گوزنم، داستانی من همین خیلی که یک مرد میبیا و شما را میگه ای مردم تیاری بینین که یک سپاهی دشمن آمد است، خاک و سرزمین تان همه را یکسان میکنه. آیا او را شما قبول میکنه؟ آیا شما او را قبول میکنه؟ آیا باورش داره؟ و شما را گب زنه و شما را گوان ازار کنه. ای مردم ببینین، فهمین که دشمن میبیا هم را همین خیلی میکنه، شما چیکار میکنین؟ در حال سبقت میکنین، حرکت میکنین، خطونا بجا میکنین. امیده باور داره؟ گفتن بله. بعد از او صدا بلند کرد که ای مردم من شما را وقتی گوم دشمنی آمد شما را سرنگون میکنه باور میکنین؟ امروز شما را بیم میتیم که از غضب الله ترسی، با این رفتار و کرداراتون از غضب خدا ترسی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولین سخنه در کوی صفا سر کردن که هر یکی ما و شما باید از غضب الله ترسیم. به حد قریش در او زمان در یک گناهی وزبی نبود که بت پرستی. زمانی مدام گناه زیاده برادرو، تهمت گمونی بعد دسیسه و اعمال های حرام زیاده، باید یک دیگر مونه انذار تیم که نکنیم همی کارو را. یا صباحاهو یعنی که ای مردم آگاه باشه که یه لشکر ببی همه تا نابود میکنه. اینه همین بگن اگر یه بانگی خطر زنن که منتظر باشه همه میترسه. انا همین خیلی پیامبر بانگی خطر زد که نزد الله ده غضب های ای غضب خدا بترسه. بعد از این دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم بلند شد و گفت شهادتا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. من شما را گم میزنم که بگوینین کلمه شهادت تا اینکه مسلمان شوید. بیان کرد برای اونها پیامبر صلی الله علیه و سلم این کلمه را، این کلمه ملاک این دنیا و آخرت است. هر چی بخلی چنک داره، چنک شریعت پیغمبر کلمه شهادت بده. وقتی این کلمه را که گفت اونها را حاضر کرد، اونها را آگاه کرد، اونها را ترسانید از عذاب خدا. اگر شما بقو علا شرکیم با این عبادتایی که سر تا پا نقصانتان باشه جاتان جهنم است. امروز هم برای ما ای مردم اگر به این بی‌حیایی مون، این به این بی‌ایمانی مون، اگر به این بی‌انصافی مون، به این کارهای بی‌معنی مون ما باقی ته باشیم و دوام ته، ما هم در دوزخ ابدی میسوزیم. میسوزیم. همون زمان در رسول الله همین را برای قریش گفت که همین بت پرستی و انسان پرستی و همین کارهای بی‌معنی و که سر تا پا همه بی‌معنیگری باشه ابدی میمونه. امروز هم ما میای اگر همین بی‌حیایی مون دوام ته، همین بی‌معنیگی مون دوام ته، همین گمانی بعد و کارهای بی‌معنی که امروز رزالت داریم همین دوام تیم، ما هم دوزخ میریم. باید ما آگاه باشیم. همین خطبه را پیغمبر خدا که صفا خوندن، اگر ایمان نبیارید گفت من از نزد الله آمدم، من رسول خدا هم و ای را نغز دانین که هیچ کس شما را از غضب الله خلاص کردن نمیتونه و هیچ چیز از غضب خدا شما را گردوندن نمیتونه که من این دارم و وای دارم گفتن نمیتونین. غضب الله از بینه،
از این بترس ای مردم قریش گفتن پیامبر بلند شد و اما هذا الانذار عام گپ زد، این ترساندن هوشداری را برای بعضی ها خاصتا گپ زد، گفت ای گروه قریش من شما را یک گپ میگم که اکنون بیای جان و قوتتان را در خدا صرف کنی، در آیین خدا صرف کنی، نفساتان از دوزخ گردانی، یگان چیز این بت‌ها شما در ضرر و فایده رساندن نمیتونه، یگان کس شما را از غضب الله خلاص کردن نمیتونه، ای معشر قریش و امروز ای مردم عرب، فردا از غضب الله این کاری که شما کردیست امروز هیچ کس شما را خلاص کردن نمیتونه، این منافقی که شما کردیست، این فاسقی که شما کردیست، این کاری حرامی که شما کردیست، تمام اسلام و رسوایی که شما کردیستی فقط هیچ کس شما را از غضب الله خلاص کردن نمیتونه، همش رسوا شویش نه موجه. برای چی مثال میبرن؟ چو در مکه این نیست، چو در مدینه این نیست، مکه و مدینه امروز در دست دوتا غریب غلطیدگی های، دوتا فاسق غلطیدگی های، دوتا فاجر غلطیدگی های، انامون را ما در مثال زدیستیم. شما گمون نکنین که امروز در اونجا اسلامی رسول اکرم های، ما و شما گمون نکنیم که در اونجا مسلمانی پیغمبر صحابه های. حتی حضرت سعد ابن ابی وقاص میگفت است که وقتی مدینه آمدم در زمان خلافت حضرت عثمان باشه و الله علم زمان فتنه بود، میگه وقتی که من آمدم مدینه منوره در آمدم، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبدالله ابن مسعود میگه وقتی که من آمدم در زمان خلافت حضرت عثمان بود مدینه منوره در آمدم، در اونجا من میگم که پیغمبر خدا این گپ گفت، مردم میگه من در مثال آورده استن ای عثمان عمر، میگم ای مردم میگه با پیغمبر گفتگی و یا من در مثال آورده استن ای عثمان عمر، گفتم ای مردم این منطقه با بر وقتی کلچ دستای من ای رسول الله گپ میزنم، اینا سه طبقه بعد گپ زده استن برادر، او زمان ده فتنه بود، او زمان ده ایروز بود، بسیار مثال نبیاریم، ما و شما ایران نقض دانیم که مسلمانیه که بسیار تا در منطقه های ما رفته در وجه مسلمانی نزگر، مسلمانی خوب در بسیار در منطقه های ما موندگی های مسلمانیه که انمون اجداده که اسلام ای صحابه و پیامبر آورد بسیار تر در دست ما موندگی های، در دست بسیاری او نیست، او را دنیا فریب کردگی های انمین پیامبر گفت ای قریشی ها اگر شما را گفت این مال و مملکت این کارتون غنی از غضب الله خلاص کردن نمیتونه، شما رسوا شدگی احتیاط چه بگو، او زمان در مشرک بودن، این زمان در اینو فاسق و فاجر هم بسیاروش. برای همین بعد از او پیامبر بلند شد، ای بنی کعب ابن لؤای، ای بنی مره ابن کعب، ای بنی قصای، ای فرزندان عبد شمس، ای فرزندان عبد مناف، ای فرزندان هاشیم، ای فرزندان عبد المطلب، ای فرزندانی عباس، فرزندانی ابی مطلب، ای صفیه دختری عبدالمطلب، ای فاطمه دختری محمد صلی الله علیه و سلم، دخترشان هم همونجا بودن، فرزندی خود چونن گفتن فاطمه را، ای فاطمه دختری من، ای امکی اولاد اجدادی من، من شما را میگم از من بپرسه چیزی میخوای امروز جواب تون میتیم، میگم تونه که ای غضب الله هیچ کس شما را خلاص کردن نمیتونه، تلاش کنی تلاش کنی، من آمدم شما را ای غضب الله میگردانم، شما را هیچ کس خلاص کردن نمیتونه. امین نظم حضرت مولوی هم با طریق غزل آوردگی است که به روز حضرت سلطان ابرار، روز رسول اکرم، به این سلطانی بزرگشان بفرمود از لبی شیرین شکربار، لبای پیامبر سخناش رنگ اصل بارینه، و سوی فاطمه ای امت الله، ای فاطمه بچم، انمی خطبه های، ای فاطمه بچم، ای خدا آگاه باش، احتیاط شو، مگویی که پیامبر زاده ام من، ای نگویی که من دختری پیغمبرم، مگویی که پیامبر زاده ام من، میانی بندگان آزاده ام من، نگو که من جدا کرده خدام، دختری پیغمبر و محبوب پیغمبر، اگر نگو این گپا، زیرا این که فردای قیامت در موقوفی عمل هاست، وگرنه در پی طاعت خلل هاست، پگه خدا ترازو را میمونه، منم وزن میکشه، تو هم وزن میکشه، تمامی بشریت هم وزن میکشه، این از یادت نبرور که در این دنیا چقدر خلل ها واری چی دیگه که ما ایمان های دست میتیم، ایرم دون که این خلل در حقی تام هسته. انمون روز پیامبر فاطمه تو زهرارم گفتن، ای فاطمه بچه هم
غیر این قریشی و غیر این مردم من ترم آگاه میکنم که از خدا بترس. ای غضب خدا بترس. ایره نغز میگم تگه بچم نفس تا ای دوزخت خلاص کن. خط ای دوزخت خلاص کن. یگان چیز فردات را خلاص کردن نمیتونه اگر به این تمدنی مردمی قریش ای دنیا گذاری. غیران لکم رحمان من برایت میگم ای بچم ایره نغز بدانین که برایت یک رحمت خدا آمدگی ای یک رحمت پدرت آمدگی ای هیچ محل با در حق پدرت وبال نشوی وبال گفتنی کلمه ای با برای پدرت وبال نبیاری کاری نامشروع نبیاری گناه نبیاری امروز چیزی هست در من پیوستگری کن از من پرس فرداخت از غضب خدا خلاص کن انا اکنون برای ما معلوم شد که غضب الله رحمت الله همش در اطاعت در اطاعت نکردن رسول اکرم است صلی الله علیه و سلم بعد از او این سخن جناب پیغمبر کردن برای مردم گفتن و مردم پراکنده شدن و لا یذکر انهم انهم ابدو ای معارضتن او تأییدن لما سمعوه وقتی مردم یکون چی نگفتن همش برومدن یکون کس اعتراض هم نکر گپ هم گپ نزد گپی پیغمبر قوت هم نداد شنیدن خپودن مردم رفتن گرفت که در این حالت ابو لهب ای جوش بلند شد انا همین جده که بلند شد اکنون ابو لهب بلند شد و رو بروی پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه شد و گفت تبن لک سایر الیوم یک گفت حلاک بود بر تو امروزی دراز در الهاز و جماعتن و برای همین کار مورد تو نازل جمع کردی همیخه کاردم را جمع کردی همیخه کاردم را تو جمع کردی یکمین انسان اعتراض کرد اسلام قبول نکرد که بود ابو لهب که خدا در این حالت گفت تبت یدا ابی لهبیو و تب اکنون چند چیز سبب شد که مردم ایمان نمی بیاره مردم چند سبب قدی ایمان نمی بیاره قریشی ها انامین کارا در حق رسول الله کردن یک چند سبب ای که مردم ایمان نمی بیاره یکمش آر ای یکم چی بدای آر آر و ناموس میکنی کو ای ناموس هم وزبین آر بدای اونها آر کردن که نخواه ما به یک یتیم عبدالمطلب اطاعت کنیم امروز نخوا کیه او ما با او اطاعت میکنیم او کیه خودش انامین آرو به معنیگی ها امروز وی کیه خودش ما او دا اطاعت میکنم وی کیه که ما گپی او را گوش میکنم انامو کیو کیو منمنی آر کردن همه شان جهنمی مردن دویومین چیزه که اونها را ایمان نیاورد نیاگان بابام اجدادم برادر بابا و اجداد انامو ها گفتن حیف شدن امروز بعضی نیاگان های هست که ما را به ایمان میکنن بعضی نیاگانوی هست که ما را حیف میکنه بعضی نیاگانوی هست که ما را رسما میکنه انا همون تکیه به نمون استخوانهای پسیده تکیه به نمون استخوانهای بمعنی آر و ناموس انا همون نیاگان گفتن رسما شدن تا به امروز انا همون بحثای نیاگان همه بردارن که مردم از این راهی سعادت دور میکنن مردم عریض روی سعادت دور میکنند دویومین چیزی که اونها را ایمان در نزدیک نکرد نیاگان بود برادرو ما نیاگان در چارچوبه دین رسول اکرم میسنجیم اگر در شریعت توغری گیره نیاگان ما نیاگانی نیکه کاروش اگر توغری نگیره بسیار نیاگان ما را به ایمان میکنند سیومین چیزی که مردم آن روز از ایمان دور کرد ترس بود ترس امروز ترس مردم ایمان دور میکنند ترس امروز بسیار مردم میترسن ای دین حق مردم میترسن ای دین حق میترسن دینی که رنگ صبح صادق روشن ای میترسن حتی که بعده امروز الحمدلله من مسلمانم گفتن کدام روز میترسن انا میخلا میترسی انا مو زمان ترسیدن ای ایمان آوردن ترس آدم از روی حقیقت دور میکنه ترس بعضی حالات آدم میترسی کار پیش میروه بعضی حالات آدم با ترسی به ایمان میشی انا همین سبب بود که مردم قریش ایمان نیاورد ترسیدن سیمش کیبر چی بود کیبر من منی ها حتی که بلند میشوه ابو لهب چی میگه اگر همه پیغمبری حق باشه و نماینده خدا در زمین حق باشه باید من پیغمبر میشنم نه محمد صلی الله علیه و سلم من پیغمبر میشنم میگه محمد یا یتیم عبدالمطلب پیغمبر شده باید من میشدم اگر میگه پیغمبری حق میشد در همون زمان صدا بلند میکرد اکریمه بچه ابو جهل میگه باید پدری من پیغمبر میشه
باید پیغمبر میشه، نه پیغمبر میشه، خوشروی مردم شه، دانای مردم شه، زیرک مردم شه. اینا میخیل سببای به معنی، اینا میخیل کورای به معنی، اینا میخیل کورای رسوا. آدم چیکار میکنه؟ به ایمان میکنه، کیبر. انا می کیبر ها، سه ایمون اقتصادیات. من مسلمان شوم میگه چیکار میکنم؟ اگر مسلمان شوم دیگه این با این عرق پیواره کی میفروشه، با این سیگاریته کی میفروشه، با این نوسه کی میفروشه. مسلمانی نداره اخی، مسلمانی سوز نیستای. انا می سبب قتی با اسلام ده نمیگراوا، نمیبیویا. میگه اگه اسلام یورا من میکنه، انا مو مامی خیلی بودای، اون هم زمان همو خیلی بود. تجارت های کلان، اگر یکی اینو مسلمان شوی غلامو گپی مورا نمیگیرن، این تجارت ها پیش نمیروا، این عرق کارای نامشروع پیش نمیروا، این هیلگری روسیایی پیش نمیروا، اسلام ده با پرگی نزدیک نمیشدن. بنابر همین سبب به ایمان مرده رفتن. این همی سبب آدم من میکنه یا تشریف اقتصادیات پول ای کجا های مول ای کجا های. این مروزی که از عقیده های بمعنی همین هایی که میگه اگر همم جمعون نبیم گشنه گیدم این بریم رسوا میشیم. این همی سبب های من رسوا کرده اگر چی شدیم یا برا خار من کرد، خار شدیم و عقیده های ما استوار باشن و قوت باشیم. ما همه جهاد باید پور باشیم، تیانده و گیرنده سوزنده و سوزنده باید الله هدانیم. انا می سبب دارم را بلند میکنه، انا می سبب و مرا حیف کرد، قرائشیارم انا می سبب و حیف کرد. خداوند عاقبت کار ما را به خیر و ایمان ما را به سلامت و ما را برای راست هدایت کن. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. سفاره راست گیره.